این تصاویر برای اولین بار در حال انتشار. از این قراره که نیروهای مقاومت مردمی سوری و عراقی چند روز گذشته دو تا از پایگاه‌های مهم آمریکایی‌ها تو شرق فرات رو مورد هدف قرار میدن که به گفته خود آمریکایی‌ها چند کشته و زخمی از اونها گرفته میشه و آمریکایی‌ها در جواب به این عملیات نیروهای مقاومت مردمی دو سوله رو مورد هدف قرار میده که الان پشت من دارید مشاهده میکنید. سوله اول تعمیرگاه ماشین و تعویض روغنی بوده و این هم سوره دوم. و اما رسانه‌های غربی مدعی شدند که آمریکا سوله‌های اطلاعات و مخابرات مقاومت رو مورد هدف قرار داده، اما واقعیت رو در پشت من مشاهده می‌کنید. اگر اینجا تجهیزات، اجناس یا وسایل اطلاعاتی مخابراتی وجود داشته باشه، ما چنین تصویری رو نباید ببینیم. چرا؟ چون موشک باید به وسایل اصابت کنه، آتش سوزی یا حجم تخریب اموال معلوم باشه، اما تمام موشک‌ها همینطور که پشت من می‌بینید به زمین و آسفالت برخورد کرده که با این تصاویر دست این رسانه‌ها و قدرت پوشالی آمریکایی رو میشه. شلیک موشک‌های میلیون دلاری آمریکا به سوله‌های خالی مقاومت. در این حمله آمریکایی‌ها متأسفانه تعداد 7 مجاهد سوری که داشتن توی سوره استراحت می‌کردن به شهادت رسیدن و تمام اخباری که در فضای مجازی منتشر شده به این عنوان که سرداران ایرانی، نیروهای ایرانی در اینجا به شهادت رسیدن کاملا و اساسا کذب می‌باشد، چون اصلا در این مکان ایرانی‌ها وجود نداشتن.